بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین سلام علیکم وقت گرانقدر شما عزیزان بخیر باشه و امیدوار هستیم که از هر جایی این برنامه را میبینید در بهترین حال خودتان باشید با به با وقت بیداری از تلویزیون جهانی حادی خداوند توفیق داد تا بنده و همکاران بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم در شب وفات حضرت بیبی بی معصومه سلام الله علیها در شبی خزنگیز و قمالوت انشاءالله در خدمت شما بزرگواران هستیم با به وقتی بیداری که به این مناسبت تقدیم شما خواهد شد و امیدوار هستیم که شما عزیزان با همراهیتان و با حضور ارزشمند جناب استاد احسانی عزیز بتوانیم برنامه مناسب امشب تقدیم کنیم سلام علیکم استاد تسلیت ارز میکنم خوش آمدین تشکر سلامت باشین در خدمت شما سلامت باشین خوشحال هستم که باز هم حضرت عالی را در استودیو برنامه به وقت بیداری زیارت میکنیم از طرف عزیزان همراه هم به شما سلام عرض میکنیم و عرض تسلیت داریم آه. استاد برنامه امشب مصادف شد با شب وفات حضرت معصومه سلام الله علیه و به همین مناسبت ادای دین خواهیم کرد به این بانوی بزرگ اسلام و این دقایق رو انشالله به گفتمان معرفتی پیرامون آن حضرت انشالله در خدمت عویزان خواهیم بود با عنوان تجلی کرامت در خدمت شما هستیم استاد انشالله هر چی که برای ما آوردید مثل همیشه خوب هست و مفید و ما سرا پا در خدمت شما هستیم باشد. سلامت باشید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الله محمد. الهي اله وصحبه اجمعين الله ان بالهدى والهمنا التقوى قبل از همه أعز عرض سلام و ادب و, و تسليت دارم به جناب عالی و عزيز و مخترم. و خصوصا به همه بینندگان برنامه خوب تلویزیون بله تسلیت از می کنم از عرض می کنم این مصیبت را یعنی رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها را که در حقیقت شهادت بود به محضر مقدس و نورانی آقا بقیت الله الاعظم روحی له الفدا و همچنین به محذر مقدس آقا علی ابن موسر الرضا علیه الصلاة و السلام طبعا ادب اقتضا میکنه زمان اقتضا میکنه اصلا وظیفه مسلمان و وظیفه تک تک من و شما اقتضا میکنه که در چنین شبی یعنی شب رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها یک نکاتی صحبت های و عرض ادبی در محضر اون بانوی بزرگوار داشته باشیم بله صحبت و عرائزم را از اینجا شروع می کنم برای بینندگان عزیز و محترم که نام مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها فاطمه هم نام با جدهشان حضرت زهرا سلام الله علیها بود مشهورترین لقب معصومه هست پدر ایشان امام هفتم آقا ابن جعفر علیه و السلام و مادر ایشان حضرت نجم خاتون که مادر امام رضا علیه و السلام و هم بود ببینید حضرت آقا امام هشتم علیه و السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه ما از یک مادر بودند از حضرت نجم خاتون سلام الله علیها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در اول ماه زیقعده یعنی روز اول ماه زیقعده الحرام سال 173 هجری قمری در مدینه منوره دیده به جهان باز کردند مجموعا 28 سال سن, مبارکشان بود مشهور و معروف همینه که دهم ده ماه ربیع الثانی مانند فردای امشب داند. یا بگم صبحگاه امشب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در سال 201 هجری قمری رحلت کردند داستان مفصل داره که انشاءالله در خلال بحث در دقایقی که در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز هستیم انشالله اشاره خواهیم کرد انشالله این نکته من ارز کنم که زمانی که هنوز به دنیا نیامده بود این در عظمت حضرت معصومه سلام الله علیها سالها قبل از تولد ایشان وجود مقدس جد بزرگوارشان یعنی امام صادق علیه الصلاه و السلام از وجود چنین تولدی یعنی حضرت فاطمه معصومه ایشان خبر دادند و بشارت دادند روایت مشهور و معروفی که فرمودند برای خدا حرم است حرم یعنی ذات مقدس حق حرمی دارد یا حریمی دارد که اون مکه مکرمه است برای وجود مقدس خاتم انبیا رحمت للعالمین حریم یا حرمی است که اون مدینه منوره است و برای امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه و السلام نیز حرمی است که اون عبارت است از کوفه و فرمودن برای ما اهل بیت برای ما اهل بیت یعنی سایر اهل بیت هم حریم است و حرم است و اون قم هست اون قم هست حالا تعبیر امام صادق اینه در زیل همین روایت و در آخر این فرمایشی که فرمودن فرمودن ستوت فنوفیه امرعتون من ولدی تو سما فاطمه منظارها وجبت له جننه تعبیر بسیار زیبا بزرگ و عظمت اونم فرمایش شیشمین امام معصوم و حجت خدا امام صادق علیه السلام و سلام در رابطه با وجود حضرت فاطمه معصومه که اونم فرمودن بشارت دادن این گونه که اگر یعنی حرم ما اهل بیت طبعا پس حرم شما دوستان و محبین و شیعیان و پیروان و همه مسلمان ها هم بدونید که میتونه قم باشه پس هر کس که زیارت کند هر کس که زیارت کند این خانم را اینه که در قوم دفن شده ستود فنوفیه زود است که دفن شود یعنی که میدن که محل دفن حضرت معصومه فاطمه معصومه اونجاست و اون حرمی که هست به واسطه وجود ایشون است و هر کس که زیارت کنه وجبت لهل بله بسیار عالی میشه خدا خیرتون بده یک میان برنامه کوتاه ببینیم بعد خدمتتون خدمت. شما خواهیم بود همچنان با ما باشید به با وقتی بیداری از تلویزیون جهانی هادی از ادب در حرمت قامت زوار خم است از ادب در حرمت قامت زوار خم است هر که زانو زده در محضر تو محترم است قم بهشتی است که از لطف تو رونق دارد قم بهشتی است که از لطف تو رونق دارد هر کویری که بر آن پا بگذاری ارم است با احترام همچنان محضر شما بزرگواران هستیم در شب وفات جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امیدوار استون که در این لحظات مخصوصا شما عزیزانی که توفیق دارید و در شهر قوم تشریف دارید اگر در این شب و روز که حتما این طور هست و به زیارت بانو می روید از جانب بنده جناب و استاد و همکارانمان در تلویزیون جهانی هادی هم نایب و زیاره باشید انشاءالله جناب استاد در خدمت شما هستیم تجلی کرامت موضوع در واقع عنوان برنامه امشب هست و برنامه را اتراگیم کردیم به نام نامی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و نکاتی را حضرت علی در بخش اول در مورد بیوگرافی و زندگی نامه حضرت و احادیث نورانی پیرامون فضایل حضرت فرمودید در خدمت شما هستیم و بیشتر سعی میکنیم سکوت کنیم تا از این دقایق که دقایق بسیار کمی هم هست بیشترین استفاده را ببریم سلامت باشید سلامت با عرضه تسلیت مجدد به جناب عالی و همه خوبان و بینندگان محترم از می کردیم که خوب درباره بزرگواری عظمت و فضائل و جایگاه معنوی و روحانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در پیشگاه پیامبر و امامان عليهم و سلام و همه کسانی که به معنای واقعی معرفت و شناخت از اون بیبی دارند به هر حال اشاره داشته باشند بله، از میکنم که اونطوری که از روایات متون روایات استفاده میشه بهره برداری میشه ببینید بعد از وجود مقدس خاتم انبیا بعد از وجود مقدس امامان معصوم و بعد از وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین تنها بانویی که میتواند تواند شفاعت کند در روز قیامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است خب البته شخص پیغمبر و هر کسی که شفاعت میکنه به اذن و به اراده ذات مقدس حقه شفا اگر ما میگیریم از وجود حضرات معصومین علیه مسلات و سلام چون اینها انسانهای با کرامت و شخصیت و مقرب اندالله هستند و اینها از خدا شفا میخواهند خدا به واسطه اینها و توسط اینها شفا عنایت میکنه لذا هم در بعد شفاعت در روز قیامت بعد از پیغمبر و بعد از امامان و بعد از فاطمه زهرا رتبه فاطمه معصومه سلام الله علیها محفوظه ده. و هم در دنیا کسانی که متوسل میشن کسانی که مقرب میشن کسانی که واقعا میرسن به اون جایی که فاطمه معصومه سلام الله علیها را شناختن و ایشان انایاتی داشته توجهاتی داشته و حتی خیلی بودن و هستند که شفا یافتن خب به هر حال حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام درباره حضرت معصوم هست این خوبه که همه ما ما نمیگیم البته ما اشاره داشته باشم که ببینیم گاهی هست بعضی ها همه چیز را از خدا میخوان از پیغمبر میخوان از امام میخوان از بسطلا از کسانی که مقربن پیش خدا میخوان بله همینجوره همه چیز برمیگرده به ذات مقدس حق بله. تا او عنایت نکنه هیچ چیزی به تعبیر عامی ما میگه تا او اراده نکنه یک برگ هم از درخت نمیفوشه اما خب همون ذات مقدس حق پروردگار ما که به همه چیز احاطه داره علمش آگاهیش قدرتش، رضاقت، به همه چیز همون ذات مقدس حق به ما زور و قدرت و اندیشه و تفکر و جهد و تلاش و اینا رو مار تشویقم کرده خب میخوام اینه بگیم چی میخوام بگیم این فرمایش از امام صادق میفرمان زمانی که رنج و علم و گریفتاری ها و اندوه و مصائب روزگار بر شماها رو می آورد بلده. یعنی خطاب به همه مسلمان هاست خطاب به ما هاست مایی که واقعاً جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را بعد از معصومین بعد از پیغمبر و امامان و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین گرچه ایشان جزء معصومین نیستند اما بدونیم هم امامزاده اند و هم خواهر امام هستن. هم امام هم عمه امام و از از اون طرف عمه امام هم هستند به هر حال ایشان جایگاه ویژه دارن امام صادق با ما آدرس میده میگه هر وقت گرفتاریها ها به شما رو میاره قصه ها به شما رو میاره خب شما چیکار کنیم میفهمند که به قوم رو آورید به قوم رو. به قوم اشاره به خود جغرافیای قوم از در فیزیکی داره. شما به قوم رو آورید زیرا زیرا قوم پناهگاه فاطمی هاست پناهگاه همون حضرت فاطمه معصومه تجلی کرامت كرامت. یعنی چی یعنی چی یعنی هر چی خوبی است هر چی کرامت هر چی نیکی هر چی احسان هر چی فضل حضرت معصومه سلام الله علیها اون در وجود ایشان تجلی پیدا و کرده و از قوم دلیگه. لذا میتونم تجلیگاه خیلی خیرات بشه ان در احادیث دیگر اشاره کردم و فرمودن و چرا چون محل آسایش هست برای مؤمنان اذا اصابت کم بلیتون امام صادق میفرمان اذا اصابتکم بلیتون و انا اون فعلیکم بقم فانه معول فاطمیین معوای فاطمیین فاطمی. هست واقعا شما اگه مطالعاتی داشته باشه ماها بینندگان عزیز ما در حالات علما فقها محدثین عرفا نگاه کنیم اینا خودشان اعتراف که در خودشان نقل کردن خودشان گفتن خودشان میگن میگن ما وقت وارد سرزمین قوم شدیم وقتی به قوم رسیدیم جهد کردیم تلاش کردیم اما از برکات وجود مقدس حضرت فاطمه, فاطمه معصومه ما با جایی رسیدیم به اون عالمی رسیدیم که دیگه هر کس کسم نمیتونه اونجا برسه خب ما لذا تاکیدم شده وقتی امام هشتم علیه السلام, السلام میفرمایند که هر کس هر کس خواهرم را در قوم زیارت کند گویا مرا در مشهد مقدس زیارت کند این چی رو میرسونه یعنی ببینید من که معصومم حجت خدا هستم زیارت من اون چنان بالاست مرتبه داره بدونید خواهر منم در این جایگاه هسته این این حجت خدا میگه این امام هشتم میگه لذا امام هفتم علیه و السلام یک جالب ها این رو باید. امام هفتم یعنی پدر بزرگوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها فرمودن که قوم باز اشاره دارن یعنی معلوم میشه که این قوم آقا منبع برکات و خیرات البته برکات و خیرات تنها در, در بود اقتصادی نیست جناب آقای ناصری بله. آخه بعض ماها تصور میکنیم که آقا جان مثلا خدمت شما از کنم اینجا وضع اقتصادی میشیدی مردم درآمد مردم میتونن وضع شرکت و شهرک و چنین و چنین ها. این به جای این هم هست این از مادی هم هست اما مهم از نظر معنویت و روحانیت و اقلانیت و رشد اقلانیت و مسائل اخلاقی و فضائل علمی و این هاست لذا امام هفتم می فرمانند قم آشیانه بالا گفتن خیلی آل محمد است صلوات الله علیه و پناگاه آشیانه آشیانه به معنای لانه به معنای به اصطلاح پناهگاه جایی که معنی. بعد فرند و پناهگاه شیعیان ماست به به پناهگاه شیعیان بسیار عالی خب. است. وقت داریم؟ اگر جزء بدین بسیار کوتاه در خدمت عزیزان همکاران باشیم. چون بمباشن. مطلب خیلی مونده. ان شاء در خدمت شما هر چه داریم از این خواهرها و برادرهاست از زینب و حسین م. از معصومه و رضا. معصومه تفسیر معصومیت است که روزگاری در مدینه لو کرد معصومه اقامت قربت است در روزگار قربت نگاه ها تفسیر بلند تبعیت است از ولایت نگاه سبزی است که از معصومیت سرچشمه میگیرد معصومه ترجمان بلند آشوراست و قصه با زینب همسفر شدن فلسفه شیدایی است و قزل ماندن و بودن معصومه قصه بلند مدینه تا خراسان است سر سلسله تنهایی برایتان از بانوی سخن میگویم که همانند زینب علیها سلام که برای قیام قربانی داد و خورشید آشورا را با صبرش تعریف کرد او هم با قدمهای های پر حیاتش به سرزمین کویری قم حیات بخشید برایتان از بانوی سخن میگویم که بارگاه زیبایش پناهگاه دلهای شقان است به نیابت از شیعه در نیمه شبهای کویری قم سر حرم حضرت دوست میسایند و برای ظهور گل نرگس دام کنند و از بانوی کرامت برای شکوف دادن درخت اجابت استمداد میطلبند. ای بانو ای میراس دار قربت و رنج شانهای زمین کول بار رنجت را آشقانه بر دوش خواهد کشید و تاریخ رد قدمهایت را در مسیرها و جاده ها خواهد پیمود از این پس تمام پردهها راز تو را نجوا می کنند در میان شهر مانند گوهری درخشان استی دردانه موسف جعفر علیه السلام و عزیز امام رضا علیه السلام برای دل قبار گرفته از گناهمان دعایی کن بی, بی جان محتاج به عنایتت هستیم شفیعی دو سرا یا حضرت محسومه علیه سلام رهایم کرد هر دستی ولی این آستان هرگز قفس شد هر کجا رفتم ولی این آسمان هرگز به دوشم دوزه خاوردم ولی بردم بهشت قرب از اینجا بر نمی گردیم با بار گران هرگز خداوند انشاءالله نصیب همه ما و شما زیارت حضرت فاطمه و سلام الله علیه و آقا امام رضا علیه السلام انشاءالله نصیب بفرماید در همین زودی ها در خدمت شما عزیزان هستیم و جناب استاد احسانی عزیز بخش پایانی و در خدمت شما یک فرمایش مشهور و معروفی است از وجود مقدس آقا امام جواد علیه السلام و چنانچه یک اشاره کوچیکی هم بانه. کرد متن فرمایششان اینه که میفرمایند من زار امتی به قوم فله الجنه هر کسی که زائر ام جانم حضرت فاطمه معصوم به قوم باشد و زیارت کند فله الجنه پاداشش بهشت است ببینید شاید از حضرات معصومین امامان دیگه این تعابیر باشه اون چی که مشهور و معروف از امام جواد از امام صادق از امام هشتم علیه و السلام ببینین سه تا امام سه تا از حجج الهی اینها آمدن تعبیر کردن کسی که زائر باشد یعنی با معرفت طبیعیست است اون چی که مهمه نه تنها زائر قوم نه تنها زائر حضرت فاطمه معصومه نه تنها زائر کربلا نه تنها ز... حتی زائر بیت الله کسی به حج میره بیت الله میره اگر با معرفت بره خانه کعبه را زیارت کنه تواف کنه و در مدینه قبر متحر پیغمبر زیارت کنه مثلا باید. با معرفت اگر نباشه ارزش نداره جناب آقای ناصری خب این عین هم ببینید کنار هم بذارین این نکات ببینیم تعابیر امامان معصوم درباره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حینه که میفرمان زیازائرش زائرش واجب البهشت میشه خب طبعا این من میگم طبعا معرفت هم میخواد همون معرفتی که در سایر زیارات ائمه و حتی خدا و حتی را است این نتیجه بگیریم وارد بحث دیگه بشیم نتیجه بگیریم تلاش کنیم تلاش کنیم عزیزانی که وقت به کربلا میرن شرف میشن عزیزانی که مهاجرن در ایران عزیزانی که میان به مشهد مقدس میرن جهت زیارت حتما قفلت نکنن حتما قفلت نکنن از زیارت فاطمه معصومه در قوم بله و بله. از زیارت عبدالعظیم حسنی در ری شهر ری خب حالا از این بحث ما چون فرصت بله کمه بعضی کم نکات دیگه هم هست اونا باید ما اشاره کنیم ببینید فاطمه معصومه سلام الله علیها از ایشان روایات یا به تعبیر احادیثی و سخنان نقل شده که اینجوری شخص خودش آن این احادیث را بیشتر حضرت معصومه سلام الله علیها شکل به عنوان مبلغه به عنوان رسان و بیشتر احادیث و روایات کلیدی و مهم در اسلام و در مسئله امامت و ولایت را مطرح میکردن بیان میکردن به نمونه ارز کنم اول درباره خود بیان حدیث و فضیلت حدیث اینم ارز کنم که درباره تشویق کردن و ترویش دادن و نشر حفظ احادیث و بیان احادیث و عمل به اونها از جمله این بحثشان بود که می همیشه می گفتن که پیامبر عالی قدر اسلام فرموده اند کسی که سخنی را فرا گیرد سخن آموزنده را فرا بگیره خودش سود ببره و این سخن را به دیگر هم که دیگر هم سود میبره ببینید آخه دو حال داره یک سه حال داره یک دفعه از کسی چیزی میاموزه سخن خوبی میاموزه تنها بره خودش مفیده اینه بیشتر میرن درس میخونن میکنم خب میگه چیه میگه خودم چیزای فهمیدم یک دفعه این میاموزه به دیگران هم میگه خودش برای خودش سودمند و بهره میبره از این و هم به دیگران اینه نقل میکنه و بیان میکنه دیگر سود ببره یک دفعه نه صرفا داره نقل قول میکنه و خودش برایش کاره در هر سه صورت بسیار بسیار خصوصا اون بخشی که هم خودش عامل باشه و هم برای دیگران بگینه حالا میخوام اینه از کنم فرمود فرمود ظاهرا همین سخن از خود حضرت معصومه سلام الله علیه ها فرمودن کسی که سخن نیکی را بیاموزد و خودش سود ببرد و برای دیگران هم بگه یا حداقلش اینه که برای دیگران بگه دیگران سود ببرن سود به منظور یعنی این که بهره معنوی خیر معنوی به صلاح هدایتشان بکنه به هر حال از کجی ها و بدی ها و نجاتشان بده اینجا میفرمایند که در این جمله پیغمبر فرمود این کاریست از شهست سال عبادت بالاتره ببینید این خودش به نفس چی میخوان بگن؟ که خان بگه نقل حدیث پیغمبر حضرت معصومی برای دیگران که سود واقع میشه این ما کوچک نشمریم از 60 سال عبادت بالاتره حال حضرت معصومه سلام الله علیها این روایات احادیثی را که بیان میکردند برای مرد و زن بازگو نمودند از جمله چند تا مشهور و معروفه یکی از جمله احادیث و روایت که بسیار تکیه میکردن نقل میکردن به مرد زن میگفتن و تکرار هم میکردن رو اهمیتی که داشت مسئله قدیر بود داستان قدیر بود حدیث قدیر بود برای برای که برای مردم بازگو کنن و مردم شناخت بدن میگفتن و این فرمایش بسیار تاکید میکردن که در قدیر خم پیغمبر عالی قدر اسلام دست حضرت علی را گریفتن و فرمودن من کنت مولا فهازا علیون مولا, تا آخرش یکی از حدیث دقیقه, زمان دقیقه حدیث دیگری ای که ایشان بسیار نقل میکدن حدیث منزلته حدیث منزلت باز در با حضرت علی که فرمود اونجا داره یا علی انتب منزلت هارون من موسی الا انه لا نبیه بعد این بسیار نقل میکردن تبیین میکردن دیگه چی دیگه فاطمه معصومه سلام الله علیها از جمله این حدیثی که از فاطمه زهرا رسیده بود اینو بسیار نقل میکردن الا من مات علی حب آل محمد مات شهیده اینا رو حضرت مشمع آخرین ارزم این باشه بسیار تجلی کرامت شنیدیم خیلی داستان واقعا واقعا قبر متحر حضرت معصومه سلام الله علیها و جایگاهشان در قوم تجلیگاه قبر شریف حضرت زهرا سلام الله علیها او داستان مشهور معروف پدر حضرت آیت الله نجفی مرعشی خیلی علاقه داشتن که مرقد حضرت زهرا را زیارت کنند بله. پیدا کنند چل میکشن چنین چنان اون آخرینش اون روزهای آخر در عالم رو یا خواب صادقانه که مینن. حضرت امام صادقشون روایت اینجوره رو. یا امام صادق یا امام باقی فرمودن دنبال چی میگردی برد. گفت دنبال قبر حضرت میخوام حضرت رو زیارت کنم بعد اینجا در روایت فرمودن ایشان فرمودن امام صادق فرمودن یا امام باقی فرمودن علیک بکریمت اهل این لقب را لقب کریمه را هم امام صادق یا امام باقر به با حضرت فاطمه معصومه دادن بسیار دیگه صحبت هم خواهش می خدا خیرتون بده استاد تلاش کردید با توجه به زمان کمی برنامه بیشتر نکات ارزشمندی که بالاخره مد نظر حضرت عالی بود رو بالاخره به با ایزان برسانید ان شاء ایزان مورد استفاده شون واقع شده باشه و ان که شما رو هم در برنامه‌های بعد باز هم زیارت بکنیم بزرگوار سلامت باشید شما عزیزان شما که لطف کردید و تا این لحظه که لحظه پایانی برنامه هست با ما هم بودید از یک که شما هم کمال تشکر و قدردانی را داریم در شب وفات حضرت بیبی بی, بی معصومه سلام الله علیه ها خداون لطف نمود و در محضر شما بودیم از همه شما خوبان التباس دعا داریم و تا دیدار بعد یا حق